سلام دوستان، اومدیم با یه آموزش مدل موی کراپ دور سرم های فید میزنم، با من همراه باشید. ایشون یعنی مشتری ما به من گفت که موام حالت نمیگیره و من برام خیلی سخته بخوام توی خونه حالتش بدم، یه جوری برای من کوتاه کن که موهام رو به پایین باشه، چون موهای من خیلی صافه و من نمیتونم حالتش بدم. منم مدل موی کراپ رو بهش پیشنهاد دادم و گفتم که دور سر رو دوست داری که چیکار کنم، واسه فید بزنم یا نه. به من گفت که میخوام دور سرم سفید بشه و یه های فید، یعنی فید بالا بزن. منم گفتم چشم و شروع کردیم. خب ابتدا رفتیم سراغ دور سر، با شونه 6 میلیمتر دور سر رو تخلیه کردیم. بعدش هم رفتم سراغ صفر ماشینم و لاین صفر رو همینجوری که تماشا میکنید انداختم. حالا ممکنه براتون سوال پیش بیاد، آقا اگه مدل موی کراپ زدیم حتما باید های فید بزنیم؟ نه دوستان، شما میتونید اصلا دور موهاتون رو تیره نگه دارید، فید نزنید، یا میتونید میدل فید بزنید، یعنی فید وسط، یا اصلا میتونید یک فید پایین بزنید یا فید شقیقه بزنید. حتما اگر کراپ میزنید لازم نیست که های فید مثل من های فید بزنید. همونطور که ویدیوهای قبلی رو دیده بودید میبینید که برای مدل موی کراپ من مثلا فید پایین زدم یا فید بالا زدم یا اصلا سفید نکردم دور سر رو. پس این که دور سر سفید بشه یا نشه ربطی به مدل موی کراپ نداره. مدل موی کراپ یعنی چی؟ یعنی موهایی که چتری هن، میان پایین چتری هن، بهش میگن مدل موی کراپ. این از این. خب من با ماشین حجم زنم دور تا دور سر و زیر خط صفر رو تخلیه کردم به همین شکلی که میبینید. حالا ممکنه سوال براتون پیش بیاد، آقا چرا از خط زن استفاده نکردی؟ دوستان من میخوام زیر این کار شیور بکشم و ماشین من کلن تیغاش صفر صفره، یعنی جوری تنظیمش کردم که نزدیک به خط زن بزنه و من از خط زنم استفاده نکردم. با ماشین صفرم این کار انجام دادم، تخلیه کردم و بعدش با شیور این کار انجام میدم، یعنی زیر خط صفر رو تخلیه میکنم. میرم سراغ شونه 4.5 میلیمتر، گارد ماشینم کاملا باز میکنم و تا زیر 6 میلیمتری که اول کار مو رو تخلیه کرد میرم و همین شکلی که تماشا میکنید. بعد از اینکه با 4.5 و گارد باز کارم تموم شد، 4.5 روی ماشین میمونه، شونه 4.5 و گارد ماشین رو میبندم و تا زیر 4.5 گارد باز حرکت میکنم. بعضیا میان به من میگن که آقا میلیمتر چیه؟ شونه میلیمتر چیه؟ دوستان پشت این شونه ها میلیمتر نوشته، یعنی دوتا ام میلیمتر مخفف میلیمتره و این چم نوشته که ما با این چی کاری نداریم. بیشتر حالا غربی ها با این چی کار میکنن، ما با واحد اندازه‌گیریمون یعنی میلیمتر کار داریم که پشت شونه ها نوشته. میریم سراغ شونه 1.5 میلیمتر، گارد بسته و حدود 1 سانت 1 سانت و نیم لاین میندازیم به همین شکلی که میبینید. کاملا ریتم رو رعایت کنید، یه جا بالا نباشه یه جا پایین باشه. اگر 1 سانت یا 1 سانت و نیم فاصله ایجاد کردید با، یعنی لاین انداختین با شونه 1.5 میلیمترتون، در ادامه هم 1 سانت یا 1 سانت و نیم باشه، کم یا زیاد نباشه، چون یک فید خیلی مهمه که ریتم داشته باشه، چه در ارتفاع چه در محور دور سر ریتم باید رعایت بشه که یک فید زیبا انجام بدین. ادامه توضیحاتم راجع به میلیمتر رو این چه که گفتم و یک شماره بندی داره این ماشینا، مثلا گارد 1 یا گارد 1.2 یا 2. دوستان اینا شماره های ماشینه، ما با میلیمتر کار میکنیم که دقیق باشه، اوکی؟ ما به شماره های ماشین کاری نداریم، با میلیمتر کار داریم. خب بریم سراغ ادامه کار. به شونه 1.5 میلیمترمون گارد ماشینم اضافه کردم، گارد ماشین نصف است، آخر باز نشده، نصف باز کردم و شونه 1.5 هم روی ماشینه و اینجوری لاینی رو که 1.5 ایجاد کرده محو میکنم. ممکنه برای هنرجو سوال پیش بیاد که آقا فقط همینجوری میشه فید زد؟ راه دیگه ای نداره؟
دوستان کلی راه و روش هست برای فید زدن که من خیلی هاشو توی چنلم توضیح دادم و گذاشتم، میتونید تماشا کنید. یعنی اینجور نیست که همین سبک فیدو بزنم. یعنی چی؟ یعنی فقط از همین شونا استفاده کنم. دوستان عزیز، من هر فیدیو به یه سبکی میزنم، حالا شما هر کدوم از این سبکا رو دوست داشتین میتونید اجرا کنید. دلیل نمیشه من اگر اینجوری زدم شما هم باید حتما اینجوری بزنید. نه، اگر میدونید که مثلا به جای 1.5 بیاید از 3 استفاده کنید، بعدش از 1.5 استفاده کنید، خب این کار رو انجام بدید، چون در نهایت ما میخواییم به یه فید زیبا برسیم. پس شما بیایید روش رو عوض کنید یا روش های مختلف رو انجام بدید، هیچ اشکالی نداره. همونطور هم که من توی چنلم کلی روش فید به شما آموزش دادم، پس شما با هر کدوم که راحت ترید، با هر کدوم که میدونید خیلی راحت میتونید فیدتون انجام بدید، انجام بدید. بریم سراغ ادامه فیدمون. همونطور که میبینید هنوز شونه 1.5 میلیمتر روی ماشینه و بعضی جاها من گاردو باز میکنم، بعضی جاها گاردو میبندم و بعضی جاها گاردو نصفه باز میکنم. شما با در نظر گرفتن حجم مو و تراکم مو میتونید این گاردو بازی کنید، با گارد کم و زیادش کنید. بعد از اینکه کارمون با شونه 1.5 میلیمتر تموم میشه، میریم سراغ شونه 3 میلیمتر و ادامه رو با 3 میلیمتر میریم. به همین شکلی که میبینید گارد بازه و شونه 3 میلیمتر روی ماشینه، میشه 4 میلیمتر و اون کارو به بالا وصل میکنیم. ماشینو چندین بار رو هر قسمت بالا پایین میکنم که کاملا موها یک اندازه زده بشه و رد ماشین نمونه. دوستان عزیزی که تا اینجا ویدیو ما رو دیدن، لطفاً اگر هنوز مشترک چنل ما نشدید چنل رو سابسکرایب کنید، زنگوله هم فعال کنید. در ضمن کلی ویدیوی، یعنی کلی محتوای آموزشی آرایشگری توی چنل هست. تا همین لحظه که این ویدیو رو میبینید نزدیک به 700 تا ویدیوی آموزشی آرایشگری هست که فرمو شاملش میشه، کراتینه، روش قرنطینه و غیر قرنطینه آموزش گذاشتیم، کلی آموزش فید گذاشتیم، انواع فیدا رو آموزش گذاشتیم و انواع مدل موهای کلاسیک رو آموزش گذاشتیم. خلاصه کلی آموزش دیگه گذاشتیم توی چنل در رابطه با آرایشگری که اونا رو اگه ببینید حتما تو کارتون تاثیر داره و میتونه شما رو آرایشگر حرفه‌ای کنه. بریم سراغ محو کردن خط صفر. همونطور که میبینید گارد و نصفه باز کردم، روی خط صفر میکشم ولی بالا نمیرم که وارد محوطه 1.5 بشم، فقط نیم سانت از خط صفر بالا میرم که یه مقدار تراکم خط صفر رو بگیرم و بعدش گارد ماشین رو میبندم و با گوشه ماشین به خط صفر ضربه میزنم، به همین شکلی که تماشا میکنید. خیلی با دقت این کارو کنید، نه زیاد بالا برید و نه فقط روی خط ضربه بزنید، یه جوری باید ضربه بزنید به خط که کاملا محو بشه. حتما با گوشه ماشین این کارو انجام بدین، چون اگر با کل ماشین این کارو انجام بدید باعث میشه که روی خطوط نتونید تمرکز کنید و وارد محدوده، یعنی لاین های بعدی بشید. اگر هم خط صفر رو محو کردین و دیدین بالای خط صفر یه موجی هست، هیچ نگران نشید، یه مقدار گاردو باز کنید و با گوشه ماشین رو اون موجا حرکت کنید با گارد. خلاصه باید برای این کار بازی کنید، کم و زیادش میکنید و به همین شکلی که میبینید خیلی راحت موجو از بین میبرید. دوستان اوایلش سخته، اگر نتونستید اینجوری انجام بدید ناامید نشید، با تمرین زیاد میتونید، حتما میتونید با تمرین زیاد. یعنی شما اگر این ویدیو رو دیدید باید حداقل 10 بار این مدل رو کوتاه کنید تا بتونید تسلط کافی رو داشته باشید روی این مدل. خب فیدمون رو انجام دادیم، حالا این قسمت جلوی سر بچه‌ها یه مقدار موها بلنده و من نمیخوام از ماشین استفاده کنم، میام از تکنیک آورکام کلیپر، یعنی شونه و ماشین اسلا استفاده میکنم و یه مقدار بلندی مو رو میگیرم.
چرا نیومدم و از شونه الحاقی استفاده کنم؟ چون قسمت شقیقه مشتریمون جوری که بررسی کردیم بسیار کم پشته، پس ما باید یه مقدار بلندتر نگهش داریم که جلوی سر قسمت شقیقه خالی نزنه. خب همونطور که میبینید پشت سرم از تکنیک اوورکام کلیپر استفاده میکنم و کانکتش میکنم، یعنی پشت سر رو وصل میکنم به بالا به همین شکلی که تماشا میکنید. و لاین آخر که بهش میگن گاد لاین، یعنی لاین خدا، این لاین رو باید آخر کار بردارید، یعنی بعد از اینکه فیدتون تموم شد مثل من میایید و لاین آخر رو به این شکل برمیدارید و همینطور که دارید برمیدارید کانکتش هم میکنید، یعنی وصلش میکنید به بالا. در ادامه میخوام که بالای مو رو کوتاه کنم و به شما بگم که برای مدل موی کراپ چجوری میتونید از چه روشی استفاده کنید که راحت بتونید کوتاهیتون رو انجام بدین. بعد از اینکه کار فیدم تموم شد قسمت، یعنی موهای قسمت بالا رو رطوبت میدم و بعدش میرم سراغ قیچی و شونم. میام اندازه فاصله بین دو ابرو یه لاین ایجاد میکنم به شکل عمودی. ببینید اندازه بین دو ابرو یا اندازه تیغه بینی کامل جدا میکنم و همین شکلی که میبینید توی تصویر. و این لاینی که جدا میکنم میشه الگوی برش های دو طرف ما و در شکل الیویشن بالای سر شکل سازیمونو انجام میدیم. در بالای سر دیدگاه عمودی ما میشه چی؟ الیویشن. میام از قسمت تاج سر که بهش میگن کرون لیفت میکنم، یعنی میکشم و برشم رو انجام میدم. سکشن بعدی یا قسمت بعدی لیفت میشه و برش. بچه ها کششامون خیلی مهمه، مثلث کششی که انجام میدیم خیلی مهمه، زاویه کشش خیلی مهمه. لیفت میشه دوباره و برش. سکشن بعدی یا قسمت بعدی لیفت میشه. همونطور که میبینید برشمون انجام شد. نگاه کنید دوستان، یه شکل گرد، یعنی من اومدم در قسمت بالای سر الیویشن رو گرد گرفتم، یعنی شکل خود سر گرفتم. بریم حالا سراغ کوتاهی طرفین. دوباره میرم سراغ آب پاشم و یه مقدار رطوبت میدم به موهای بالای سر. این لاین وسط رو جدا میکنم و الگوی یکی از این طرفین میکنم. حالا به صورت افقی لاین ها رو جدا میکنم، لیفت میکنم، ببینید لیفت میکنم و الگوم رو میبینم. بعد از که الگوم رو دیدم و برش، دوباره میرم سراغ سکشن بعدی. لیفت یا کششم انجام میشه، ببینید الگوم رو دیدم، ببینید الگوم رو و برش. دوباره قسمت بعدی و همین شکل جدا میشه. حالا میگید اندازه سکشن ها چقدر باشه که داریم برمیداریم، یا اندازه سکشن یا همون دسته، اندازه دسته ها چقدر باشه که ما برداریم. دوستان ببینید 1 سانت الی 2 سانت میتونید چیکار کنید؟ سکشن بردارید و برش بدین. پس 1 سانت 2 سانت، زیادتر نباشه، چون اگر زیادتر باشه باعث میشه که ایجاد مشکل کنه تو کوتاهیتون و نامنظم بشه. پس بیشتر از 1-2 سانت سکشن بر ندارید. دوستان عزیزی که دوست دارن پیش من به صورت خصوصی آموزش ببینن،
میتونن در قسمت دیسکریپشن شماره تماس منو بردارن و توی واتساپ به من پیام بدن و از شرایط کلاس‌های خصوصی ما مطلع بشن. در ضمن آموزش‌ها در حال حاضر در کشور ترکیه توی سالن خودم برگزار میشه و شما میتونید از هر جای دنیا تشریف بیارید. اینجا ما هم سویت در اختیارتون میذاریم به همراه آموزش و محیطی کاملا صمیمی و گرمه و شما خیلی احساس راحتی میتونید داشته باشید پیش ما و به صورت خصوصی آموزش ببینید و خلاصه بعد از دوره آموزشیتون شما خیلی راحت میتونید برید و وارد بازار کار بشید. یعنی ما جوری شما رو اینجا آموزش میدیم که شما بعد از پایان دوره برید وارد بازار کار بشید. خب بریم سراغ ادامه کارمون. حالا اومدیم سراغ این قسمت و لاین وسط شد الگوی این طرف. سکشن رو جدا میکنیم، لیفت میکنیم، الگوی برشمون مشخصه و کاتو انجام میدیم. دوباره سکشن بعدی کشش یا لیفت انجام میشه، الگو رو میبینیم و برش. میریم سراغ قسمت بعدی. همونطور که گفتم دسته ها رو 1 سانت یا الا 2 سانت بردارید، 3-4 سانت بر ندارید که ایجاد مشکل میکنه و بی نظمی توی کوتاهیتون ایجاد میشه. لاین سکشن بعدی و لیفت میشه مو و برش. میریم سراغ دسته بعدی یا قسمت بعدی و لیفت و برش. خب همونطور که دیدید کوتاهی بالای سر انجام شد. بعد از اینکه کوتاهی رو انجام دادم میتونم یک سمت مشتری وایسم و کراس چک رو برم، یعنی چک کنم که موی عدسم در نرفته باشه. ولی خب من جوری زدم موها رو که لازم به کراس چک نمیبینم، ولی شما اگه دوست داشتید میتونید کراس چک رو انجام بدید. موها رو به سمت پایین شونه کشی میکنم و میرم سراغ سشوارم. با سشوارم موها رو خشک میکنم و به سمت پایین بهشون جهت میدم. ممکنه براتون سوال پیش بیاد آقا این قسمتایی که بغل به بالا کانکت میشه چرا اینقدر بلنده؟ چرا کوتاه‌تر نیست؟ چرا بهتر وصلش نکردین؟ دوستان مشتری ما از ما مدل موی کراپو خواست ولی به جنس موهاش نمیخوره اونقدر. چرا؟ چون کاملا سوزنیه در قسمت جایی که بغل به بالا وصل میشه و من اومدم به خاطر اینکه ایجاد وزن کنم و مو بیفته موها رو اونقدر کوتاه نکردم در بغل. چون اگر این مو یه مقدار کوتاه‌تر میشد قسمت‌های بغل به بالا که وصل میشه کاملا سیخ سیخی میشد و دیگه نمیشد این مدل براش انجام داد. پس من اومدم با بلند گذاشتن مو در این قسمت‌ها ایجاد وزن کردم که مو بیفته. حالا از ما خواست که چتری شو براش منظم کنیم. بچه سلیقه ایه، میتونید چتری رو هفتی هشتی بزنید، میتونید صاف کات بزنید، میتونید گرد کات بزنید. خلاصه میتونید طرح‌های مختلفی به چتری بدید که مشتری به من گفت یه مقدار صافش کن. پس اگر میبینید دارم جلوی سر رو قیچی میزنم نگید آقا چرا داری قیچی میزنی صاف. نظر مشتریه، ما باید حتماً نظر مشتری رو توی اولویت قرار بدیم. نمیشه از ما یه چیزی بخواد و ما چیز دیگه انجام بدیم. شاید اصلا بهش نیاد این چیزی که از ما میخواد، ولی خب دوست داره، اومده پیش ما میخواد هزینه کنه و اون چیزی که دوست داره رو باید بهش تحویل بدیم. در صورتی میتونیم بهش مشاوره بدیم که از ما مشاوره بخواد، ولی وقتی میاد میگه آقا من همین مدل رو میخوام، شما نمیتونید خود سر براش یه چیزی دیگه بزنید. پس حتما به نظر مشتری دقت کنید. حالا ما میتونیم به مشتری پیشنهاد بدیم آقا اگه این کارو نکنی این کارو کنی بهتر بهت میاد، ولی اگر گفت نه اینجوری برام انجام بده دیگه شما نیا اجبارش کن که حتما باید اینجوری باشه. خب بریم سراغ کانکت کردن بغل به بالا. من نمیام کامل این قسمت جایی که بغل به بالا وصله رو بزنم. چرا؟ چون موها سیخ سیخ میشه دوستان.
و من فقط اون قسمتی که موها زده بیرون رو به این شکل شکل سازی میکنم و با تکنیک اوورکام کلیپر یعنی ماشین و شونه برشم رو انجام میدم، شکل سازیم رو انجام میدم. حالا بریم سراغ اون قسمت تاج سر. ببینید قسمت تاج سر توی تصویر مشخصه، سیخ شده، سیخ وای میسه. اگر ما راهکاری واسه این پیدا نکنیم مشتریمون رو اذیت میکنه. این هر موقع خودش تو آینه میبینه یا دوستاش ببینن، خانوادش ببینن، میگن این موها چی اینجا سیخ شده. پس ما میایم از قیچیمون استفاده میکنیم، این چند تا تار مویی که اینجوری سیخ شدن رو کلن میزنیم به همین شکل. حالا میگی آقا چرا داری میزنی؟ آقا راه حلی واسش پیدا نمیشه، حتما باید کات بشه، چون ایشون یه مدلی از ما خواسته که روی این جنسمون سخت وای میسه. پس ما تمام تلاشمون رو میکنیم که ایراد و مشکلی نداشته باشه. حالا یه تعداد تارمو که توی تاج قسمت تاج سر سیخ شده رو میتونید با قیچی بزنید، ولی خب نرید کف سر رو خالی کنید، کوتاهش کنید. بریم سراغ شیور و از پایین به بالا شیور کشی انجام میدیم. دوستان عزیز اینم از پایان کار من، امیدوارم که دوست داشته باشید. همونطور که میدونید من یه سر پرفکت نمیارم و برای شما فید بزنم بگم آقا این فیده، بعد شما بری اجرا کنی ببینی که آقا چرا اینجور در نمیاد. من روی سرای مشتریا، آدمای معمولی که با تراکمای متفاوت هستن کار انجام میدم و به شما آموزش میدم که اگر همچین جنس مویی یا همچین تراکمی یا همچین شکل سری اومد پیش شما، برای شما چالش نباشه و من واقعیت رو نشونتون میدم. واقعیت یعنی مشتریایی با تراکم و موی متفاوت و مدلایی که شاید اصلا به این جنسمون نیاد یا به این جنس یعنی شکل سر و صورت نیاد و من کامل اینو انجام میدم از 0 تا 100 و برای شما توضیحات کامل رو میدم. امیدوارم که این ویدیو به کارتون بیاد. تا درود دیگر، بدرود.